بله ها، آریانا سعید آوازخوان مطرح افغانستان، ملکه دلها و صدای زن افغان به سطح جهان. سلام برس آریانا جان. سلام بر شما. آغاز میکنم آریانا جان سوالاتم را از اینجا که یک سفر طولانی را آغاز کردی بعد از یک تغییر بسیار بزرگی که در افغانستان آمد و این سفر حال هم ادامه داره. کنسرت های بسیار خوب در کشورهای مختلف، اگر معلومات بدی که کجا رساندی، چیگونه کنسرت ها پیش میره، استقبال مردم چیگونه هست، گرچه ما همه بیننده هستیم که ماشاءالله تمام کنسرت های شما حتی تکت هایتان سولد اوت میشه و به مردم جای نمیمونه. بازم از خودتان مشنویم. خب اوگه جان عزیز، بازم سلام و بسیار خوش هستم که در برنامه شما هستم و سلام خدا برای تمام هموطنهای عزیز خود هم میرسانم، کسایی که برنامه شما را تماشا میکنن. خب بعد از اینکه من از افغانستان برآمدم، بعد از یک چند روز مدت بسیار کم دوباره دست به کار شدم و یک الی سه ماه اول خو کاملا مصروف مصاحبه جهانی بودم در دور دنیا، هر روز مصاحبه داشتم و بعد از او کارهای هنری هم شروع شد که یک تور جهانی داشتم و فعلا هم در جریان امو تور هستم که از اروپا شروع شد، از جرمنی، و تقریبا ما 8 یا 9 کنسرت فکر میکنم در اروپا داشتیم در ممالک و شهرهای مختلف، و از اروپا کنسرت ها خلاص شده و فعلا به امریکا آمدیم و قرار است که یک 20 روز دیگه تور امریکای ما شروع شده و 6 کنسرت اینجا دارم و بعد از او قرار است که بخیر طرف کانادا و استرالیا هم بریم، ماشاءالله. و در ضمن چند آهنگای جدید داشتم که مصروف کارهای زو بودم. خلاصه از اون روزی که از افغانستان آمدیم هیچ بیکار نبودیم و همیشه مصروف، ولی خدا را شکر است خوب است. ماشاءالله آریانا جان، یک چیزی که همگی میدانند ای که به استعداد شما پشت دست همه تسلیم هستند، اما زمانی که یک سفر آغاز میشه و یک سفر طولانی میباشه و در کشورهای مختلف به سطح جهان کنسرت اجرا میشه، این کار ساده نیست و من مطمئن هستم که یک زحمات بسیار زیاد را کار داره و یک تیم در کار است. میشه در رابطه با ازی به من معلومات بدین که در پهلوی آریانا سعید، در پهلوی صدای زیبا و رسای آریانا سعید، تیم وجود داره که آریانا سعید سپورت میکنه و کمک میکنه تا کنسرت های با کیفیت و عالی به سطح جهان داشته باشه که پر بیننده ترین کنسرت من گفتم میتونم که شما دارین تا به فعلا در افغانستان؟ تشکر آقای جان عزیز. من فکر میکنم یک نقطه بسیار بسیار خوب و مهم شما درک کردین که در پشت سر یک آرتست چی رقم یک تیم چقدر زحمت میکشه تا ورتست میتونه که در کار خود موفق باشه. و در قسمت هم ما هم دقیقا همی چیز بوده. اول خب من یک منجر بسیار فوق العاده دارم که حسیب جان است که همه گیمرایشان آشنا هستن که از روز اول کار ما تقریبا 11 سال شد که منجرم است و واقعا با تمام نیرو کار میکنه و همیشه زحمت میکشه و من فکر میکنم یکی از بزرگترین موفقیت هایی که ما در هنر داشتیم و به خاطر حسیب جان است. در پلی از او ما اوگه جان در سالهای آخر بسیار زیاد زحمت کشیدیم که کوالیتی کار خود از نگاه کنسرت بسیار بلند ببریم. مثلا اگر شما کنسرت ما را این روز تا کنسرت 5 سال پیش ما یا 6 سال پیش ما برابر کنین، زمین و آسمان فرق میکنن. و همچون پیشرفت در یک روز و دو روز نمیشه، بسیار زیاد چون ما در افغانستان از افغانستان آمدیم، از یک کامیونیتی هستیم که اگر در خارج هم از افغانستان هستیم بر ما پیشرفت سریع هیچ امکان نداره، برزی که در کمیونیتی ما پیسه نیست. اگر یک آرتست بسیار پیسه زیاد داشته باشه و درآمدش زیاد باشه میتونم به زودی پیشرفت هم بکنه. خب به هر صورت ما آیسته آیسته تونستیم که با زحمات بسیار زیاد کوالیتی کنسرت های خود بلند ببریم. ما بغیر از سیم جان امروی ما تقریبا 17 نفر کار میکنه، 17 نفر ما سفر میکنیم
در مملکت های مختلف به خاطر کنسرت ها میریم که 7 نفرش بند موسیقی ما هستن که از ممالک مختلف آمدن، موزیشن های بسیار فوق العاده بسیار عالی و با استعداد هستن که واقعا من افتخار میکنم که اونا را روی استیج همراه خود دارم. 2 دانه بکاپ سینگر دارم، 2 دانه دختر خانما که همراه من روی استیج یک جای پشت سر آواز میکشن. 4 دانه دانسر دارم که رقص میکنن و در ضمن 2 نفر دیگه دارم که یکیشان ساوند انجینیر ما هستن و یکیشان لایت انجینیر ما هستن. خلاصه یک تیم بسیار کلان هستیم و بسیار زیاد زحمت میکشیم و صرف و صرف صرف به خاطر از اینکه از یک طرف خب یک آرزو یک هنرمند است که میشه با سطح بلند با کوالیتی بالا کنسرت به کار بکنه و ما کریر خود و وظیفه خود از سینگر یا از هنرمند بسیار در جدی میگیرم و در پلوی از او هم کوشش های ما به خاطر از این است که ما من حیث یک کمیونیتی من حیث یک مملکت بتانیم که موسیقی خود در جای برسیم که در پلوی یک هنرمند یا مملکت دیگه که سات میشیم خجالت نکشیم، حداقل سر ما بلند باشه که ما از خود موسیقی داریم، ما از خود کنسرت داریم، کوالیتی داریم، بتونیم که یک کمک برابری بکنیم که من فکر میکنم امسال ما که کوالیتی کنسرت ها خودم میبینم بدون از اینکه ما از خود تعریف کنم واقعا حتی ایرانی ها در کنسرت های ما میاین بر ما میگن که حتی از بعض کنسرت های ایرانی که در کنسرت های ما کوالیتیش بالاست که ای بر ما بسیار مهم بود یک وقتی که ما هم یک جای بتانیم خود برسانیم. بالکل چند نقطه که خودم میخوام اشاره کنم آریانا جان، ای که در کنسرت هایتان هنرمندایی که اونا تجربه بیش از حد دارن و ما حتی گفته میتونیم که پدران و مادران موسیقی در افغانستان هستن، اونا هم میان بیننده شما میباشن و در کنسرت شما اشتراک میکنن که هم یک جای افتخار است به همه ما. و همچنان در رابطه به تیمتان گفتین، من مطمئن هستم که همی منیج کردن تیم هم کار آسان نیست و همیشه که ما متوجه شدیم شما در پایان و در اول کنسرتتان نام جداگانه میگیرین از هر کدامشان و تشکری میکنین. میایم در رابطه به همین کنسرت ها سوال اخیر من میداشته باشم، این که یکی در رابطه به تیکت البته میخوایم همون نقطه منفیش از شما سوال کنم که بعض از مردم کنفیوز میباشه که تیکت آریانا جان هر کنسرت که اجرا میکنه نسبتا گرانبها میباشه، قیمت میباشه، در رابطه با ازی شما چی گفتنی دارین؟ در یکی از لایفتان شما گفته بودین که نصف پول ازی کمک میشه به هنرمندایی که در افغانستان ماندن و ضرورت دارن که پیشرفت کنن یا براین از افغانستان. اوگه جان از این سوال بسیار خوب کردین و ما هم اکثرا این گپره که گفتین از امبتان میشنوام و میخوانم در فیسبوک بینم و البته ما کوشش کردیم در گذشته که امو مسئله اصلی را برشان به حساب تشریح بکنم یا اکسپلین بکنم، ولی بازم اوگه جان دلیل بزرگ ای که تکت های ما نسبت به تکت های کنسرت های دیگه هنرمند های افغان بلندتر می باشه ای پس میریم به خاطر اونمو کوالیتی و استاندارده که ما در کنسرت های خود داریم به خاطر از او است. یعنی اگر دقیق تر بگویم، وقتی که ما می خواهیم یک کوالیتی بلند کنسرت داشته باشیم، منظور از این می باشه که ما باید یک چیز واضح است که یک کنسرت هال و یا تالار بسیار کلان و بسیار قیمتی را باید داشته باشیم. اول دوم ما باید بسیار یک لایتینگ خطرناک داشته باشیم که دموت یک تالار مقبول بتونه لایتینگ خوب سر استیج باشه که مردم یک بغیر از اینکه آواز منو بشنون یک شو داشته باشن، یک مقبولی، یک زیبایی، یک سکرین کلان در پشت سر که کسایی که دور هم هستن. اینا رو فکر کنین وقتی که اون هنرمندای دیگه که کنسرت میکنن اکثریتشون شاید I don't know 100 نفر 200 نفر هم بیشترینش 300 نفر در کنسرت هایشون بیه، ولی کنسرت هایی که ما میتیم 1000+ نه 1000+ بین 1000 1500 2000 3000 حتی 4000 نفر ما در کنسرت های خود داریم. اینا وقتی که شما 4000 نفر میخواین کنسرت بدین، اونم قدر تالار باید بزرگ باشه و هر قدر که تالار بزرگ است اونم قدر قیمت کرای از او زیاد است برای یک شب، اونم قدر قیمت لایتینگ از او زیاد است. و متوجه هستیم که کنسرت های افغان های ما شما که البته این پایین آوردن کسی نیست، یک بدبختی کمیونیتی ماست، ما بیچاره هستیم که
نتونستیم مثل ملکت های دیگه از نگاه موسیقی و این چیزها خود پیشرفت کنیم، هنوز ما در استرگل هستیم. 99 درصد کنسرت های ما در حالای آروسی است، در تالار های آروسی است که نباید باشه. وقتی که در این تالار های کلان ما میریم، باور کنین که این نفرهایی که کنسرت های من رو میگیره بلک ها رو پر اینا مصرف میکنن و موقع های شده که در کنسرت هایی که حتی کسی که برگزار کننده کنسرت هست پیسه جور نکده، ما پیسه جور نکدیم، ولی بر ما اینمی مهم است که کوالیتی کنسرت در جای باشه که مردم که پیسه خود میتر حس کنه که ما پیسه خود دادم ولی ناق نبود، وقت من خوش گذشت، لذت بردم از یک شو و در پالی از او تالار و لایتنگ ساوند بسیار قیمت می باشین. این صدا که در تالار 4000 نفری می برایه، شما فکر کنید یک ساوند بعض اوقات تا 30000 آیرو قیمت تنها ساوند است. در بعض جایا 17 نفری که ما بر شما گفتم ما سفر میکنیم، نان شما فکر کنید تکت رایز ها هتل از اینا، نان خوردن از اینا، تمام از اینا که شما یک جای میکنیم مصارفش به جای میرسه که برگزار کننده مجبور میشه که قیمت تکت در یک جای بانه که حداقل از جیبش پیسه مره، حداقل اون پیسه مصارف خود دوباره بکشه دیگه. خلاصه اینی دلیل از این موضوع است که ما میفهمم چونی یک چیز نو است برای کمیونیتی ما، برای بعضی از هموطنهای ما مشکل نباشد درک کردنش، ولی من فکر میکنم آستا بخیر خوب میشه کلتی بخیر. آریانا جان، از کنسرتایتان، از دستاوردهای اخیرتان قدم میزنیم به مبارزه که آریانا سعید در عرصه خانما داره، چون آریانا سعید مهمان تلویزیون زن فکر کنم بعد از 2 سال هست. شما حضورن در تلویزیون زن 2 سال پیش مهمان بودین و بازم در رابطه با حقوق خانما صحبت کردین و سپورت کردین تلویزیون زن که فعالیت کنه به خانما و حقوق خانما. از روزی که شما آغاز کردین من حیث یک خانم که مبارزه کنین به اهداف خود و مبارزه کنین به حقوق خانمای دیگر در افغانستان، میخوایم از شما یک پیام، یک خاطره یا سخنایتان داشته باشم کلن که مبارزه کردن به حقوق خانما در افغانستان چقدر سخت است و چقدر ضرورت هست و در این عرصه ما مطمئن هستم با بسیار از مشکلات و سختی ها هم شما رو برو شدین، که سختی آخره که شما یک برند لباس هم ساخته بودین که خانمای بیشتر را در کار گرفته بودین، اما متاسفانه تغییر که آمد همه چیز از بین رفت. اگر در رابطه با ازی با ما معلومات بدین. اوکی جان عزیز، ما میخوایم که اگر اول از خود شروع کنم که رای را که ما طی کردیم در طول 11-12 سال، رقمی که اکثریت شما میفهمین که چقدر مشکلات پشت سر گذاشتیم، در حالی که یک زن عادی و نرمال شاید فکر کنن که خب این آریانا سعید است، چقدر باید برش آسان باشه این رایی که پیش میره، به خاطر که نمیفهمم در افغانستان کش فش داره، موتر داره، بادیگار داره، ای داره او داره. منتها در حقیقت باور کنین که بر ما بسیار وقتهای دشوار پشت سر گذاشتیم که امروز در اینجا ششتیم. ما یک ایزی آپشن هم یا یک آپشن آسان تر هم میتونستم داشته باشم که فقط آواز بخوانم، بیایم در افغانستان سر استیج بالا شوم، باید بخوانم، یک چی میگن اجرا داشته باشم، کل چیز به گفته انگلیسا گودی گودی پاس برام در جای خود. منتها بر ما بسیار چیزی که اهمیت داره او انسانیت است، برقرار بودن انسانیت در بین مردم، در بین انسان ها و حق و حقوق انسان ها و ایکوالیتی و یا برابریشان، مخصوصا برای قشر زن در افغانستان که واقعا بسیار زیاد روزهای بعد تیر کردن و این روزهای بعد ما میفهمیم از مادرای ما شروع تا خانمای خاله و تا کاکا و تا خوار تا همشیره و کلگی ما افغانا در حتی بیرون از افغانستان، داخل افغانستان خب بیخی. از این خاطر برای من از طفولیت ای یک چیز عادی نبوده و امرای اینمی مثلا ما کلان شدیم و وقتی که ما آواز خوان شدم یکی از اهداف زندگی ما در پالوی آواز خواندن اینمی بود که ما با استفاده از پلتفرمی که
بر ما داده شده از اپورتونیتی و چانسی که خداوند بر ما برابر کرده استفاده کنم تا پلی هنر خود یک کار خوبم بکنم که او دفاع از حق و حقوق نه تنها خودم و از تمام زنای دیگه افغانستان بوده. شما میفهمید که در افغانستان من سالهایی را که تیر کردم با چی دشواری و چی مشکلات بلد. که حتی جان من که در خطر همیشه بود، همیشه قصد کشتن من بود، همیشه تریتس میگرفتم که سر ازی باید بریده شوم، ملا در پشت ما بود، طالب در پشت ما بود. بعض اوقات شما میفهمین که انسولت خواهی دشنام و کم آوردن و کم زدن و دو زدن خواهی یک چیز هست که بخی سریزه کرده تا به امروز هم. ولی ما با چیزای یعنی مجادله کردیم که سر ما باید بریده شوم، ما باید حلال شوم، ما کافر هستم، مسلمان نیستم، ما باید سنگسار شوم. شما باور کنین که یک وقت ما در یک نقطه رسیده بودیم در افغانستان، زمانی که ما دستاری افغان بودم که بر ما از امنیت، از دولت از امنیت اول میامد، بر رئیس تلویزیون که آریونا رو بگوین که از خانه نبره به خاطر از که یک موتر کده بم در پشتش میگرده. شما فکر کنین، یعنی این واقعا بسیار زیاد it's heartbreaking، یعنی قلب آدم مشکنه که چرا، به خاطر چی، یعنی من چی گناه در افغانستان کرده بودم. من مثل من اگر از خود انال تیر شوم به هزاران و میلیون ها زن دیگر در افغانستان که 40 سال از سفر کردن، رنج دیدن، مشکلات دیدن، و من وظیفه انسانی و وجدانی خود میدانم که همیشه به خاطر زن و حق و حقوقشان دفاع بکنم، صحبت بکنم، صدای خود بلند بکنم، که اونمو یکی از بزرگترین دلایل است که اینا در پشت مال افغانستان افتیده بودن. اگر نه قسم خود زیاد اونمندای زن دیگه در افغانستان مثل ما واره در افغانستان رفتن، کنسرت دادن، اجرا کردن، ولی هیچ پیرن آزاد پوشیدن، پیرن کوتاه پوشیدن، یخنایشان برهنه بوده، ولی ما هیچ وقت نشنیدیم که یک دانه از این هنرمندا یا در پشت سرشان کسی ملا گپ زده باشه یا طالب در پشتش نفر، هیچ وقت نشده. ولی از ما بوده به خاطر امی چی میگن مبارزایی که ما به خاطر زن و به خاطر حقوق بشر میکردم در افغانستان. بسیار خوب آریانا جان، برآمدن تان از افغانستان به بار آخر در جایی بود دقیق که شما یک جایگاه کوچک را ساخته بودین به خانما کنجا کار کنن و به نام آریانا سعید هم لباسایتان به نمایش گذاشته شود، چون علاقمند بسیار زیاد هم دارین در عرصه لباسان که مردم علاقمند هستن لباس شما را بپوشن یا به قسم شما لباس بگیرن. اما در اونجا یگانه نقطه که شما اشاره کردین و تاکید داشتین ای که خانما را شما در کار گرفته بودین و یک تاثیر بسیار مثبت داشت در اواخر در افغانستان که خانما هم میتونن کار کنن در یک دکان، در هر بخشی که باشه. اما متاسفانه زمان که کار شما آغاز کردین ما با یک تحول بسیار بزرگ روبرو شدیم و چقدر دردناک بود که بعد از اوی که شما کار آغاز کردین اونجا این تحول آمد و مجبور شدین که ترک وطن کنین و او هم دقیق در روزی که طالبان آمدن به افغانستان و با او قدر خطر بزرگ برآمدین از افغانستان و موفق هم شدین که زنده براین. اوگه جان، وقتی که ما این برند افتتاح کردم در افغانستان، باور کنید که در حال که فقط یک ماه نشد که ما برند افتتاح کرده بودیم، ولی اقدر موفقانه این برند پیش می رفت. ما در ظرف یک ماه مجبور شده بودیم که فکر می کنم در حدود 20 حیات داشته باشیم و 6 دانه دختر خانم به حساب فروشنده در فروشگاه ما بودن و هنوز ما کمبودی میکردیم. اینقدر بر ما اوردر میامد، اینقدر لباس هر روز به فروش میرسد و مردم تقاضا میکردن که ما مجبور بودیم که شاید تا چند هفته دیگه 20 نفر دیگر در اونجا بیاریم که بر ما کار کنن. خلاصه یک کار بسیار خوب و بسیار موفقانه بود. البته ما باید برتنیات کنم که تمام مردم، کسایی که من میشناسن، نه تنها کسایی که میشناسن، خیش، قم، فامیل، دوستا، حتی مردم بیگانه بر من شتم میکنن که آلینا تو چرا ات یک کار میکنی و داخل افغانستان قدر پوله، چرا انویست میکنی در افغانستانی که هیچ معلوم نیست. مدام ما باور کنین یک آدم هستم که
شما میفهمین شاید از کاراکترم برداشت کرده باشین که یک آدم هستم که همیشه امیدوار هستم، همیشه مثبت هستم و هیچ وقت نمیخوایم که خودم هم ناامید نیستم، نمیخوایم مردم دیگر هم ناامید بسازم. و به خاطر از اینکه مردم یک روحیه مثبت بگیرن و من راستی امیدوار بودم به خاطر آینده افغانستان، من تقریبا نزدیک $100,000 که به بسیار زحمت پیدا کردیم او را انویست کردم، بخاطر نمیخواستم که پول ما در یک مملکت بیگانه برای مصرف شوه و یا تجارت ما در مملکت دیگه شوه و ما چرا این کار را بکنم. ما آپشن داشتم که این برند خود داخل استانبول در جایی که زندگی میکنم در اونجا شروع کنم که همگی امیر را سجست میکردن یا پیشنهاد میکردن. ما گفتم نه، ما میخوایم که این کار را داخل افغانستان بکنم، پیسه ما داخل افغانستان برای امپلای بکنم، مردم کار برشان بکنم، دختر خانما را، زنا را، کسایی که یعنی یک نان روزی، یک ماش در خانه خود ببرن. خلاصه it made sense to me at that time. از هر کارنر که مثلا میکردم برای من سنس میکرد و این کار کردم و بسیار موفق هم بود و امور رقم که شما گفتین واقعا برای من بسیار زیاد غیر قابل تحمل بود که افغانستان شکست خورد و این تنها به خاطر برند لباس من نیست، تنها به خاطر پول من نیست گرفت. این آف کورس برای من از اون که بزرگتر مسئله افغانستان بود، مسئله میلیون ها انسانی که نان خوردن خود امروز ندارد و بسیار زیاد من متاثر ساخت. مونتا یک چیز برتون میگم، من ایره از این نگاه سر میکنم که چیز سر دگاه سر مام، یعنی من تنها انسان نبودم که در افغانستان یکم شکست خوردم، مثل من چقدر تجارا بودن که پو از من کدر میلیون ها روپه زیادتر مصرف کرده بودن، تجارتشان همگیش فیل کرد، به زمین خورد و متاسف هستم که افغانستان به این حالت رسید، ولی ناامید نیستم. ما برند خود قرار است که دوباره بخیر از استانبول از ترکیه شروع کنم، فعلا چون مصروف تور کنسرت های جهانی خود هستم، بخیر از این تور که خلاص شدم کارهای برندم دوباره از استانبول شروع میشه و وقتی که بخیر دوباره استابلش شد حتما برای همه گی اول میتون میفهم همه گی منتظرش هستن، بسیار زیاد پیام میگیرم و لباس های افغانی مرا مخصوصا بسیار دختر خانم ها دوست دارن در سر تا سر دنیا، منتظر باشن بخیر به خدمتشان دوباره انشاءالله. آریانا جان امین جا خی زن تاک شو فکر کنم اولین منبع شد که شما مردم یک خبر تازه و جدید دادین از طرف خود، درست؟ شاید بوده باشه تو به طور رسمی، بله من اما تو بسیار کوتاه نشته کرده بودم به اینستاگرام خود، تا خوب اینستاگرام همگی نمیبینن ولی آرزو دارم که برنامه شما رو بیشتر ببینن و بله از این طریقه پیام برسن. بسیار خوب، بعد از اینکه از افغانستان برآمدین در یک مدت بسیار کوتاه شما یک آلبوم ساختین که تقدیم کردین به طالبان و یک آلبوم که آهنگای بود که واقعا بازم مردم لرزان، دنیا را لرزان و او هم به زبان پشتو. ما اول میخوایم که از طرف یوتیوب چینل خودتان نشر شد و بیشترین بیننده را داشت، دول میخوایم تقاضا داشته باشم که از او آلبوم به ما یکی از آهنگا یک زمزمه کوتاه داشته باشین که واقعا مردم علاقمندش هستن، و دومی که در رابطه با یوتیوب چینلتان که آلبوم هم در این اواخر ازمی یوتیوب چینل آریانا سعید نشر شد، ماشاءالله بیننده بسیار زیاد را داره و احساس میکنم و تحقیقی که من داشتم یوتیوب چینل آریانا سعید در تمام یوتیوب چینل هایی که در افغانستان فعالیت دارن حتی به سطح رسانه ها بیننده بسیار زیاد داره، علاقمندای بسیار زیاد داره که بازده ای عرصه هم من در قدم دوم میخوایم معلومات شما را هم داشته باشم. اوگه جان آلبوم را که من پیشکش کردم اسمش را گذاشتم For Taliban یا برای طالبان. اکثرا از من سوال میشه که چرا از یک کار کردم. خب اول خو بزرگترین منظور من در پشت سر از اینکه تایتل آلبوم For Taliban گذاشتم نیست که من فکر میکنم طالبا برای موسیقی به حساب چه قسم بگویم موسیقی را زیاد نشنیدن، ارزش قائل دسترسی به موسیقی نداشتن، ارزش برش قائل نیستن و من میخواستم به حساب اینا رو چالنج کنم، برشان نام آلبوم For Taliban بانم و چالنج کنم که آهنگ نشنون، در حالی که من فکر میکنم که میشنون، مخصوصا وقتی که میشنون
نام از یه البوم فور طالبان است. چی منظورش بوده که مثلا ایره نامش هست یک چیز مانده. و میخواستم که یک دفعه بشنون موسیقی رو چانس بتن و ببینن که موسیقی کدام چیز بد نیست. انسان فقط و فقط احساس خوب برای آدم میتر. دیگه اما تو یک مسئله بود و تقریبا 11 یا 12 آهنگ پشتو را که آهنگای قدیمی بسیار بسیار قدیمی افغانی بود که او را خواندم. البته باید یادآور شوم که من میفهم که نام پشتو را بسیار بسیار بد کردن به خاطر کارهای بدی که اینا کردن. منتها پشتو یک زبان بسیار شیرین است، اما رقم که فارسی است و ما بسیار آهنگای شیرین و ملودی که بسیار مقبول قدیمی در پشتو داریم که ما باور کنین یک آنها ما که میشنم و ایران میمانم میگم واو. مخصوصا این آهنگایی که شما فکر کنیم ما فقط که یک گیتار تده یک بیس گیتار لید گیتار و یک اینسترومنت دیگه بود بدون بیت بدون ای چیز ما یه آهنگا را خواندم اما تو خالی و آدم میشنم چقدر لذت میبره و تمامش کمال اینمی کمپوزای شیرین پشتوی قدیمی است که در قدیما ساخته شده. بعضی هاش در اطرافا در شهرهای بسیار بسیار خورد که هیچ فکر نمی کنید. خب خلاصه یکیش براتون زمزمه میکنم بسیار کوتاه. آریانا جان قبل از اینکه زمزمه کنین من یک چیزی که میخوایم بگویم که شخصا خودم علاقمند سرسختش هستم، امی الفاظ و کلمات پشتوی را که شما بالخصوص در آهنگای لایفتان تلفظش واو است، یعنی بسیار خوشحال میایه، یعنی با متوازنی که شما میخوانین با توازنی که شما اجرا میکنین عالی است. و در بین آهنگایتان اگه یادتان بیاد یکی از امی آهنگای آلبوم بیا کردی باریگی باری واچا و کی، یعنی امو مچ میکرد با زمانی که ما برآمدیم همه ما مهاجر شدیم با یک تحول بزرگ. اگر به یادتان باش کمی زمزمه داشته باشیم از خودتان که سرسخت علاقمندش خودم هستم. تشکر، حتما چرا نیم. بیا کدی باریگی بری واچا ولو خانو کی توکم خدای را می بندی پا کچانو کی بیا کدی باریگی بیا کدی باریگی بری واچا شاولو خانو کی توکو مختای آزمی بندی با کوچانو کی بیا کدی باری. ماشاءالله آریانا جان، یعنی باورتون میشه ای آهنگ که من همیشه میشنیدم، هر شب من میشنیدم. من یاد روز افتیدم که من افغانستان ترک کردم و از مادرم خداحافظی کردم و مادرم گفت دوباره ما خواهد دیدم یا خیر، و من گفتم خب یک چیز است که رخ داده، ترک کردن فامیل باز مادر و بعدش ترک کردن تمام دستاوردهایی که ما داشتیم. ای آهنگتان و ای صدایتان من همیشه یادم اون روز آخر مندازه که من از افغانستان برآمدم. و من فکر نکنم نه تنها من، زیاد کسا شاید باشه که علاقمندتان باشه و همیشه از شما اجرای لایف داشته باشن، که احساس میکنم من خوشبختشان هستم که خودم شنیدم. بازم میایم دمی یوتیوب چینلتان که پیشتر هم من سوال کردم، گفتم که یوتیوب چینلتان ماشاءالله بیننده بسیار خوب داره، اگر در رابطه با ازی بگین که رمز موفقیت یوتیوب چینلتان چیست، بازم حسیب جان هستن یا خیر؟ خب من فکر میکنم که حسیب جان آف کورس یک رول بسیار کلان داره که یوتیوب و چینل بسیار خوب پیش میبره. البته ما یک یوتیوب منیجر هم داریم در سالهای آخر به خاطر که حسیب جان قدر کارایش زیاد بود که دیگه با یوتیوب این گپا نمیدونست رسیدگی کنه، ما مجبور شدیم که یک یوتیوب منیجر بگیریم و یوتیوب منیجر ما بسیار زیاد واقعا با استعداد از زحمات بسیار زیاد میکشه به خاطر از او. و دومش همی فکر میکنم محبت مردم ماست، محبتشان است که میخوان ببینن که از چنل ما چی میبراید، کدام آهنگای نو. من فکر میکنم همی مسائل است، ولی شکرگزار هستم واقعا لطف و محبت و کرم مردم است در این قسمت.
بسیار خوب. آریانا جان، ما 5 دقیقه وقت داریم که امروز شما صحبت داشته باشیم، چون هم قلمتیشن از منیجر سب به ما تعیین شده بود که ما بسیار سپاسگزار هم هستیم. در اخیر من میخوایم سوال ما این باشه که خب تمام دستاوردهایی که ما در عرصه زنان در افغانستان داشتیم، ما شاید بگیم که ضرب صفر شد و امروز روز هست که ما قرار داریم که حتی دخترای ما نمیتونن برن مکتب. به نظرتان چی در کار هست و کسایی که از افغانستان بیرون هستن مثل خودتان فعال هستن که شما حتی در پارلمان سازمان ملل متحد هم اجرا داشتین و صدای خانما بودین، کسایی که مثل خودتان از افغانستان بیرون هستن چی باید بکنن؟ کدام مبارزه در کار است که ما بتانیم کسایی که در افغانستان ماندن، خانمایی که هستن حتی اجازه تحصیل ندارن، برشان کمک کنیم؟ اوگه جان عزیز، ما متواتر یک چیز را که متاسفانه از بعضی یا اکثریت افغانای ما در خارج از مملکت میشنوم که میگن او افغانستان خلاص شد دیگه، خدا افغانستان جور کنه. یعنی با یک شکل یا اشکال افغانستان پشت سر گذاشتن و گیو اپ کردن یا از دست دادن، خود فکر میکنن که دیگه خلاص شد. و ما کاملا برعکس یک چیز نظر دارم. ما فکر میکنم که دنیا و تاریخ این را ثابت ساخته که آزادی انسان ها، آزادی یک مملکت هیچ وقت به آسانی به دست نمیره. او مردم خود از اون مملکت است که باید کوشش بکنن که هر رقمی که میشه اونا به آزادی خود برسن. و این وظیفه انسانی و وجدانی هر افغان است، چی به داخل افغانستان چی از بیرون افغانستان، که صدای خود بکشه و به خاطر مادر وطن ما میگیم، وطن ما مادر ماست، باید صدای خود بکشیم، باید زحمت بکشیم و کوشش کنیم تا که افغانستان ما دوباره آزاد شود، صلح در میان بیاید و مردم ما از فقر و گشنگی بیرون براین، که مهمترینش اونم هست. و از این خاطر من فکر میکنم فرض است و بسیار مهم است برای تمام افغانای ما، برای ما، برای شما، برای دیگه افغانا که امیر قم دست زیر علاشان نشینن، صدای خود بیرون بکنن تا جایی که دستشان میرسه کمک بکنن. افغانایی که به داخل افغانستان هست که نان خوردن نداره کمک بکنن. و مثل کمو گپی که پیشتر ما براتون گفتم، حتی بزرگترین چی میگن امو به حساب ممالک جهان، کینگدمای بسیار کلان، وقتی که مردم صدا کشیدن، مردم هم دست بوده، از بین رفتن، امروز به مملکت با صلح و صفا و کامیاب تبدیل شدن. افغانستان میتونه یک مملکت باشه در صورتی که ما افغانا اتحاد داشته باشیم، اتفاق داشته باشیم، عشق به وطن خود داشته باشیم و دست یکی دیگه خود بگیریم. So I think اینمی خواهشم از تمام افغانا دارم و امید کنم که بر شما در اینجا میگم، یکی از پیام های بسیار مهم در کنسرت تور ما هم است. کنسرت تور ما، هر کنسرت ما شروع میشه امرای اینمی رقم یک مسیج بسیار بسیار مهم و بزرگ برای اونمو چند هزار نفر که یا چند صد نفر که در کنسرت های ما میاین، که با یک پیام بسیار خوب و مثبت اونا خانه میرن با یک فکر بسیار دیگه رقمی برای رزکستای که تا در باره افغانستان فراموش کردن، یک یادآوری دوباره است. و بازم من میره تکرار میکنم که اتفاق و اتحاد و همبستگی در بین ما مردم و a little care بر افغانستان و بر مردم میتونه که ما را در جایی بسیار بسیار بلند دوباره بکشن. بسیار عالی، با یک پیام بسیار عالی. سوال اخیر و کوتاه، در عرصه موسیقی آریانا سعید کس هست که در وضعیت کنونی صدای افغانستان شده و لبخند به لبان مردم میاره، و در عرصه سپورت تیم ملی کرکت افغانستان که جام جهانی ما در پیش روی داریم و اینا پیروزی های بیش از حد دارن و در جای قرار دارن که باز هم امید است که به افغانستان در جام جهانی خوب بدرخشن، از آریانا سعید چی پیام به تیم ملی کرکت و بازیکنان تیم ملی کرکت در بخش جام جهانی هست؟ من فکر میکنم اینا تا حالا دو بار در جام آسیا برنده شدن و بسیار موفق بودن و واقعا بسیار افتخار کردم. در سوشل میدیا هم هر دو بار شیر کردم و در بارش
نشته کردم ما موفقیت های فراوان برش نارزو میکنم مارزو میکنم که امیر قم خوب پیش برن و کپ بخیر پس خانه بیارن در افغانستان در هر مملکت ما فکر میکنم دو چیزی که از مملکت از کلتور و فرهنگش نمایندگی میکنه یکی موسیقی است و یکی سپورت است که موسیقی متاسفانه طالبا از بین بردن حداقل ما سپورت ما یک کمک انوزم وجود داره و آرزو دارم که قهرمان ها بخیر اما تو خوب پیش برن قهرمانی رو به خانه ببرن به افغانستان و سپورت ما حمایت ما و دعای ما همیشه همراهشان هست و میباشه. بسیار زیاد تشکر. و بازیکن مورد علاقه تان در تیم ملی کرکت افغانستان؟ والا ما همه گیشان دوست دارم و تو یک شخص نیست که Especially? I don't know. Maybe Rashid Khan. بسیار زیاد تشکر آریانا جان از اینکه به ما وقت دادین و مهمان برنامه ما بودین. جهان سپاس به شما. امید موفقیت های بیشتر و بیشتر. در اخیر اوگه چی گفتنی دارین و خداحافظی می داشته باشیم. اوکی جان، نازنین خودت بیشتر یک جمله گفتی که وقتی که از افغانستان بیرون میشدی چقدر سخت بود برای خودت که امرای فامیل خود، امرای مادر، پدر همه گی خدافزی کنی و به یک مملکت بیگانه بری و تمام زندگی را از صفر شروع کنی. من بسیار متاثر شدم و من کاملا سیچویشن خودت درک میکنم. یکانه گفتنی ما برای خودت ایست که خودت و تمام دختر خانمای دیگه مثل خودت یکی از بزرگترین افتخارات کشور ما هستین، افتخارات یک مملکت مقصولاری، جایی که با بسیار زحمت و عقلیزی و خون شما از خود ایچی ساختین و یک جایی رسیدین و ما میخوایم بکن بکنم که هیچ وقت نگذارین که گپ یک چند بانه انسان به سواد افراطی که زندگی را ندیده در باره دنیا گپای از اونا یا به حساب توهینای از اونا شما را زیر تاثیر بیاره و افکت کنیتان هیچ وقت نگذارین و همین رقم که تا به حال به 20 سال با چقدر زحمت از خود یک چیز ساختین پیشرفت کردین همون رقم پیشرفت بکنین بیشتر و بیشتر. ما آرزو میکنم به قلای موفقیت برسین و میرسین انشالله و شما فکر میکنم بزرگترین مثالای خوب برای نسل آینده از اون مملکت میتونین باشین و هر کدام شما که یک کار به خاطر افغانستان و به خاطر حق و حقوق بشر میکنین هر استپتان هر قدمتان حساب میشه و تاثیرگذار است. هیچ وقت استاپ نکنین و نگذارین که توهینای از اون مردم بالایتان فشار بیارن. آها، بسیار زیاد تشکر آریانا جان و شما وقت خوب و سفرتان انشالله پر از دستاورد باشه. تشکر میکنم، قربانتون. درنو لیدون که ساست خواه هم نره مننه که اوچ تاسو دیخ پراوانی ترپای از مغلیدون که پاتیشوی ده هم و دیزن چاکشوخ پراوانه لدرنی او لتکره آریانا سعید سره نو تاسو چولو تخواه وقت قوارم تر بلیخ پراوانی چیزه او گی وردک ساست چوپر که ورندی که گم تاسو چول پلوی پا کلا بند سپاره.